دوستان سلام و عرض ادب و تبریک برای عید سعید فطر و البته تسلیت ویژه برای علاقمندان به سینمای ایران و سینما دوستان، کسانی که سالهای سال سینما رو دنبال میکنن، کارگردانان، تهیه کنندگان، بازیگران و همه عوامل سینما در طول چند دهه اخیر که با زحمت و تلاش باعث رشد و ارتقاء سینمای ایران شدند و سینمای ایران رو رسوندن به اینجا که شایستش هستش و موفق شده به کسب دستاوردهای مهم و جوایز و افتخارات. و فراموش نکنیم که اگر سینمای ایران امروز به اینجا رسیده که به راحتی موفق به کسب جوایز جهانی میشه، مطمئنن روی دوش قولهای بزرگی قرار گرفته و موفقیتش مدیون کسانی هست همچون سهراب شهید سالس و فرخ غفاری و عباس کیارستمی که متاسفانه امروز دیگه در جمع ما نیست و خیلی خیلی ساده و ناباورانه ما رو ترک کرد و در واقع ما و سینما ایران رو از وجود خودش محروم کرد. و من امروز میخواستم راجع به ایشون صحبت بکنم، یه مقداری اطلاعاتی رو در این خصوص بدم. اول همونطور که میدونید وضعیت بیماری ایشون تا جایی که من اطلاع دارم یک بیماری خیلی خیلی پیچیده‌ای نبود، قابل درمان بود و امروز صحبت از قصور پزشکی به وفور مطرح هستش و جامعه پزشکی، یکی دو تا از پزشکان مجرب در این خصوص اظهار نظر کردن در فضای مجازی، میتونید دنبال کنید، گزارش بی بی سی رو هم بد نیست که بخونید، به شما اطلاعات خوبی خواهد داد. اما ارجاع میدم به شما رو به اینستاگرام نیکی کریمی از دوستان و همکاران نزدیک عباس کیارستمی که من هم در همین صفحه فیسبوکم منتشر کردم. ایشون میگه که وقتی بنا به درخواست ایشون وقتی از بیمارستان مرخص میشه به دیدنشون میره، یه جمله کوتاه ایشون میگه، خطاب به خانم نیکی کریمی میگه که خراب کردن، و بعد یک کمی بغض میکنه و این نشون دهنده اهمالی هستش که جامعه پزشکی مرتکب شده و این از اینجور اشتباهات اجتناب ناپذیره. اما اشتباهاتی که تو این پرونده صورت گرفته به نظر میرسه مکرر هستش و به چند دلیل خطا مرتکب شده پزشک که واگذار کرده به دستیار به پسرش عمل جراحی رو و گویا حتی کیارستمی رو هم نمیشناخته ایشون. و در ایام تعطیلات هم خب به هر حال به مسافرت نوروزی رفتن. سیستم پزشکی ما در ایام تعطیل نوروز هم تعطیل میشه و اگر بیماری به سراغ کسی بیاد در این ایام، در واقع تکلیفش با خودش هستش و با خدای خودش و فرقی نمی کنه عباس کیارستمی باشه یا هر کسی دیگری. عباس کیارستمی به هر حال بنیه قوی و سالمی داشتش و با توجه به اهمیتی که به سلامت خودش میداد، حتما تشخیص این رو میداد و به این باور و لزوم میرسید اگر که نیاز هست برای درمان از کشور خارج بشه. و یقین داریم که هیچ کشوری در واقع آغوش خودش رو برای درمان و رفع مشکل بیماری او باز امکان نداشت که باز نکنه و همه امکانات برای او فراهم بود در کشورهای مختلف و به ویژه در فرانسه که متاسفانه در همین کشور درگذشت، همچون فرهاد مهراد و خیلی از هنرمندان دیگر که این کشور مأمن در واقع درگذشت خیلی از هنرمندان ما، از جمله دکتر ساعدی و صادق هدایت و خیلی های دیگه شده متاسفانه. اما ظاهراً بیماری خیلی پیچیده‌ای نبوده یا اطلاعات درستی به بیمار داده نشده، بنابراین از این فرصت شاید بشه استفاده کرد. این کمپینی
در واقع ایجاد بشه برای پیگیری وضع بیماریشون، تا از این به بعد به بیمار اطلاعات درست بدن که بتونه بیمار و خانوادش تمرکز داشته باشه برای تصمیم گیری و دقیق بتونه تصمیم گیری کنه برای روند درمانی خودش و مشارکت داده بشه. در سیستم درمانی آمریکا بدون هیچ گونه تعارفی به بیمار میگن که مشکلش چی هست و بیمار هستش که میتونه تصمیم گیری کنه که روند درمانیشو چگونه پیگیری کنه. متاسفانه علاوه بر دادن عدم اطلاعات شفاف به ایشون، قصور هم که صورت گرفته. اما جامعه سینمای دنیا از این واقعیت به شدت متاثر شد و در طول چند روز اخیر اطلاعات نامنگاری های مکرری صورت گرفت و پیام های تسلیتی از جاهای مختلف ارسال شد از سینمای امریکا و سینمای هالیوود. خیلی از کارگردانان و بازیگران به ویژه در سینمای مستقل اظهار همدردی کردند با سینمای ایران و خانواده کیارستمی، و مارتین اسکورسیزی هم که بیانیه‌ای صادر کرد و دنیا داره آماده میشه دوباره به واسطه این مرگ نابهنگام مرور دیگری بکنه به زندگی و زیبایی زندگی از نگاه کادر و دوربین عباس کیارستمی به زودی زود. و من فکر میکنم که به زودی زود جشنواره ها یادبودهای مکرری رو در سال 2016 و 2017 به یاد عباس کیارستمی خواهند گرفت و ما مرور خواهیم کرد بر سینمای او، سینمایی که مبتنی بر زیباشناختی است و بر انسان دوستی و زیبایی روابط انسانی که او دوست داشت در دنیایی که میدید از پشت اون عینک سیاهش و چقدر سفید و تمیز میدید این دنیا رو. و اما وضعیت فعلی این هستش که ایشون در حال حاضر پیکرشون در پاریس هستش و رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما به نمایندگی از سینمای ایران همراه با نگار اسکندر فرماگه مدیر مؤسسه کارنامه و از دوستان نزدیک ایشون و پسران ایشون در پاریس هستند و در حال تدارک مقدمات و مراحل بوروکراسی اداری برای انتقال پیکر به ایران هستند. احتمال زیاد بنا به وصیت ایشون محل تدفین در لواسان خواهد بود و در این محل پیکرشون به خاک سپرده خواهد شد، ولی منتظر هستن آقای میرکریمی و بقیه که ببینن نظر خانواده دقیقا چی هستش. کمیته‌ای برای بدرقه آقای عباس کیارستمی تشکیل شده به سرپرستی رخشان بنی اعتماد و با همراهی اصغر فرهادی و جعفر پناهی، و این کمیته قرار هستش که مقدمات امور لازم رو در ایران انجام بده و همکاری ها و هماهنگی های لازم رو انجام بده برای این آخرین کار. معمولا توی مواقعی که سینمای ایران و به ویژه خانه سینما ورود پیدا کرده به یک رویداد، با همکاری و همیاری همدیگه رویداد موفق عمل شده و میدونم که این آخرین وداع مراسم خوب و آبرومندی خواهد بود. و میدونم که وزیر بهداشت آقای هاشمی پیگیری‌های خیلی خوب و مکرری انجام داد و با توجه به اینکه پزشک حاذقی هستش و پیش از این رویداد هم در اتفاقات دیگر شخصا حاضر شده و وارد عمل شده، اقدامات لازم رو انجام داد. ولی من فکر میکنم که یه مقدار نابهنگام و دیر ایشون از قضیه مطلع شد، اون هم به واسطه درخواستی که وزیر ارشاد آقای جنتی داشتند وارد عمل شد، و اگر زودتر مطلع میشد شاید جلوی این حادثه تلخ گرفته میشد. مطمئنن مرگ و زندگی دست خداست و هر کسی شیشه عمرش روزی به سر میرسد، اما کیفیت مرگ هم مهم هست. عباس کیارستمی خیلی ساده از میان ما رفت و خیلی جای کار داشت و فرصت بود برای اینکه دنیای بشری توی این دنیایی که پر از خشم و کثافت و لجن و خشونت هستش از زیبایی هایی که اون میبینه محروم نشه. و متاسفانه این اتفاق افتاد و باعث تأسف و تأثر همه سینما دوستان شد. امیدوارم که
دوستان دیگری که پای در جای عباس کیارستمی میگذارند ادامه دهنده راه اون باشند. سرنوشت سینمای ایران همچون سرنوشت ادبیات ایران تلخ و افسوس برانگیز هستش. در ادبیات ایران مرگ ناباورانه گوهر مراد، غلام حسین ساعدی رو داشتیم، در دکتر ساعدی عزیز رو داشتیم در پاریس که چه ناباورانه و چه تلخ خودش به استقبال مرگ میره، و در سینما ایران سهراب شهید سالس رو داشتیم که در شیکاگو چقدر تلخ و ناباورانه در غربت وداع میکنه، یا مرگ بیژن مفید رو در حوزه تئاتر داشتیم در غربت، یا مرگ فرهاد رو در غربت. و انگار انتهای سرنوشت هنر ایران از هر شاخه هنری که بهش نگاه بکنیم به تلخی منجر میشه و سرنوشت محتوم هنر ایران هستش این تلخی و باش گره خورده. امید داریم به روزهای روشن، به روزهای بهتر، و امیدوارم که اتفاقهای خوبی رو شاهد باشیم دوستان. این ویدئویی که منتشر دارم میکنم رو خواستم نظراتم رو بگم، خواستم که صدای من هم شنیده بشه، برای اینکه از این به بعد فرصت فراهم باشه تا اینکه بیمار در ایران از پرونده خودش مطلع بشه، فرصتی فراهم بشه که در ایام عید دوستان پزشک و جامعه پزشکی با هم یک جا به تعطیلات عید نوروز نرند. به هر حال در ایام بلند تعطیلات ما که 20 روز میکشه، جامعه نیاز به خدمات پزشکی دارن و این خدمات پزشکی رو پزشکان عمومی و پزشکان معمول شاید نتونن فراهم بکنن، و فرصت برای این که یک در واقع پیگیری ویژه بشه برای افراد خاص. بله، آقای کیارستمی هم همچون بقیه شهروند ایران هست و فرقی با بقیه نمیکنه در عالم پزشکی، و میتونه یک پزشک نشناسه بیمارش رو که چه کارهایی کرده. البته باعث تأسف است برای پزشکی که کسی مثل کیارستمی رو نشناسه و بعد از طریق جرایت متوجه بشه که چه قصوری رو انجام داده و چه بیتوجهی یا کمتوجهی رو کرده به بیمارش. اما لازم است نهادها و ارگانهای ویژه‌ای در خانه سینما، وزارتش رو چه میدونم، یه جایی پیگیر اینجور موارد خاص باشه. مگه ما چند تا مثل عباس کیارستمی داریم که به همین راحتی بخوایم از دستش بدیم؟ به همین راحتی. کسی که شهروند افتخاری چندین کشور بوده، کسی که در تمام این سالها وطن رو ترک نکرده و علارغمی که فرصت ساخت فیلم براش تو ایران فراهم نبوده و در چند سال اخیر در خارج از کشور فیلم می ساخت، اما ایران رو ترک نکرد، مرتب فعالیت داشت در حوزه عکاسی، در حوزه ویدیو آرت، در حوزه سینما. آدمی بود که چند وجهی بود و آدمی بودش که دنیا رو تمیز میدید از پشت اون عینک سیاهش، و تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم زیادی گذاشت بر بخش‌های مهمی از بدنه هنر ایران. سپانلو، آیدین آقداشلو، شجریان، عباس کیارستمی و محمود دولت‌آبادی 5 قول هنر هستن که حوالی 74 تا 76 دارن و متاسفانه الان 2 تاشون از بین ما رفتن. قدر اونهایی که موندن رو بدونیم. مرسی.